خب اینستال لاراول میکس. میگه لاراول میکس برای راه اندازی، ما میخوایم لاراول میکس رو استفاده بکنیم، براش بعد از NPM استفاده کنیم. دوستان NPM رو امیدوارم در فرانت کار کرده باشن. NPM همون نوت بگیج منیجمنت، و وقتی که میاید توی پروژهتون میخواید استفاده کنید، اگر بزنید نوت داش وی بهتون ورژن نودتون رو برمیگردونه، و NPM داش وی رو بزنی بهتون نوت پکیج منیجمنتتون رو برمیگردونه. اگر نداری بیا برو توی اینترنت و بنویس نود داش جی اس، سایت بسیار خوب و ارزشمند نود رو میاره بالا. 16.13.1 منم 16.13.1 هم و NPMش هم هست. ما ایشون رو ریکامنددش رو دانلود میکنیم استفاده میکنیم، ایشون هم میتونید استفاده کنید، ولی بذار ریکامنددش بهتره. بعد حتما نصب داشته باشی. وقتی که نصب کردی، کافیست که در درون خود لاراولت، ببین یه چیزی رو با هم مثل این حفظی نیستن. من خیلی دوست دارم که بچه ها بحثای فرانت و بکند رو بدونن. آقا این کامپوزر جیسون تمام پکیج های مربوط به PHP رو توضیح میده که نصب شده روی پروژه. ریکوایر و PHP و داکترین رو الان نصب کردی، گازل و لاراول و سندام و تینکر و لاراول کالکتیو، اینایی بوده که من دارم روی پروژم. خب کامپوزر جیسون در واقع پکیج هایی که رو نصب داری روی پروژت رو بهت داره نشون میده. پکیج جیسون فرانت هایی که روی پروژت داری رو بهت نشون میده چیزایی نصبه. دپندنسیات رو میگه. این دپندنسی ها یعنی روی پروژت نصبه. اکسیوس نصبه. لاراول میکس نصبه. لودش نصبه. پست سی اس اس نصبه. اینا یعنی توی نود ماژولت اگر بیاد بالا نصبن. خب مثلا نود ماژول ندارم. بله شما کافیست بنویسی npm install. وقتی npm install میزنی یک نود ماژول یا یک فولدر اینجا درست میشه و همه اینها میان توش قرار میگیرن. کافیه که من طبق این چیزی که اینجا هستش داره میگه تو پکیج جیسون داخل فولدر اصلی پروژه وجود داره و داخل این فولدر لاراول میکس اینا هم هستش، کامپوزر جیسون php هاتونه، و میگه کافی npm install رو بزنید. چه اتفاقی میفته بریم ببینیم. کافیه من اینجا بنویسم npm install، میزنی و میره شروع میکنه تمام پکیج هایی که شما احتیاج داری رو چیکار میکنه؟ دانلود میکنه. خب از کجا؟ معلومه اینا باید بیان توی پروژه اضافه بشه. اینا دپندنسیات هم وابستگی های فرانتت هستن و شما میایید اینجا این دستور رو میزنید و شروع میکنه بره اینا رو دانلود کردن. منتظر میشه. منتظر که بشین اینجا یه فولدری به نام نود ماژول درست میشه. نود ماژول برای همه پروژه ها اگر توی صف قرار بگیره، منظور به فرانت میخواد اشاره بکنه. یعنی شما میتونید پکیج های مربوط به فرانت رو برید دانلود بکنید و تو نود ماژول قرار بگیره، و میتونید بذارید تو پابلیکت دیگه. تو پابلیکت میتونید بذارید ازش استفاده کنید. من منتظر میشم تو ایشون کامل دانلود بکنه. npm installش رو زدم، طول میکشه دیگه، چند ثانیه طول میکشه تا کامل دانلود بکنه. وای میستم الان دانلود کرد. الان هم بیایم اینجا میبینید یه فولدری باید اضافه میشه به پروژه. ساب میکنیم نود ماژول. ایشون تمام فولدرهایی که اینجا داریم، این بابل و چه میدونم اکسیوس و همه چی، اکثرشون رو میاد اینجا اضافه میکنه و شما الان اومده اینجا قرار گرفته و میتونید ازش استفاده بکنید. خب خیلی از اینا اصلا به دردمون نمیخوره، ولی خب اومده دانلود کرده، کاری ندارم. الان اومد توی پروژه من اضافه شدن اینا تو از طریق پکیج جیسون، و میتونم بیام برو خیلی از موارد رو هم از طریق این دانلود بکنم. مثلا برگردم بگم npm install مثلا بوت استرپ -4.6 بزنم. الان باید بره تو فولدر نود ماژول. خیلی راحت آب خوردن میزنیم میاد اینجا. الان ببینید دپندنسی بوت استرپ در واقع اومد اضافه شد به پروژه من. این آشش میاد اینجا، یه کنترل F میزنیم مینویسی بوت استرپ. این آشش میبینید توی پروژهتون اومده بوت استرپ اضافه شده، و میتونید این رو کپیش کنی، کاتش کنی، بندازی تو کجا؟ اگه گفتی
توی پابلیک تمام شده رفت. یعنی از نود ماژول شما میتونید استفاده کنید برای ساختن، برای دانلود کردن تمام پکیج. اصلا وظیفه نود ماژول این هستش که شما تمامش رو بگیرید، بندازید دیتا هاتون رو توی کجا، توی در واقع جایی که میخوای استفاده بکنید. توی ریاکت مثلا فولدر نود ماژولتون تو قسمت هر چی میخوای دانلود میکنی میندازی تو پروژه، فولدر پابلیکت میاد، از تو فولدر پابلیکت لینک میدی استفاده میکنی. هم و همین سادگی. یعنی من نیاز ندارم که کار خاصی باش بکنم. خب بوت استرپ هم رو هم دانلود کردم، این نحوه npm اینستال کردم و نحوه دانلود کردن اینا رو توشون اومدیم بررسی کردیم و دیدیمش به چه صورت هستش. حالا میخوایم بریم بحث رانده و ران پرود رو، پروداکشن رو در واقع بیام توش ببینیم به چه صورت هستش. یه چیزی ما داریم به نام وب پک. وب پک هم میاد اینجا، امیدوارم اینا رو وب پک اینا رو بلد باشی. یه چیزی داریم اینجا به نام وب پک. وب پک شبیه به گالپ یا گرانت میمونه، در زمان قدیم برای مدیریت کردن فایل ها پروژه ازشون میتونیم استفاده بکنیم.